درود و سلام به شما همه عزیزان در هر جای دنیا که هستین. امان الله قهرمان هستم با صحبتی با دو هنرمند نقاش که زندگی خود رو صرف هنرشون کردن. هر دو از جوونی راه هنر نقاشی را آغاز کردند. هر دو در این راه هم شاگردی کردند و هم استادی. هر دو برنده جوایز بسیار و تقدیرنامه های هنری بسیار شدند. هر دو نمایشگاه های گروهی و فردی بسیاری در سطح بین المللی برگزار کردند و جالب آن که یکی از راه غیر اکادمیک و دیگری از راه کاملا اکادمیک این مسیر را پیمودند. یکی بیشتر عمر خود را در ایران به سر برده و دیگری در خارج از ایران. و این مایه خوشحالی من است که با این دو عزیز بیش از نیم قرن است که آشنا هستم. به خصوص بعد از دیدن خلاصه بایوگرافی هر دوی ایشان مایه تأسف من شد که چطور از دستاوردهای این دو نازنین در این 50 سال این چنین غافل بودم و این مایه افتخار من است که در حضور شما عزیزان فارسی زبان با این دو استاد هنرمند نقاش صحبتی خودمانی و دوستانه داشته باشم. علی فرامرزی متولد 1329 هجری شمسی در محله قدیمی امامزاده یحیای تهران است. فرامرزی در همان محله قدیمی به دبستان رفت. هنوز کلاس نهم را تمام نکرده بود که به کلاس نقاشی جعفر پتگر رفت. آشنایی با محیط هنری پتگر و به خصوص نامی پتگر روزنه امیدی در برابر او گشود و تصمیم گرفت که نقاش شود. به این ترتیب فرامرزی از راهی به وادی هنر وارد شد که ستاره راهنمای آن پتگرها بودند. اما بیش از همه آنچه از تجربه های خود آموخت راه و روش نقاشی او را شکل داد و او را نقاشی خود آموخته بار آورد. آثار چاپ شده علی فرامرزی، یادداشت های وی در 1396 و منتخبی از آثار نقاشی او در 1399. در این حال علی فرامرزی نویسنده بیش از 250 مقاله درباره نقاشی معاصر ایران، اقتصاد هنر و مسائل زیست محیطی ایران می باشد. یاری استوانی متولد تهران در سال 1341 هجری شمسی در 16 سالگی به ایالات متحده مهاجرت کرد و تحصیلات خود را در زمینه هنرهای زیبا ابتدا در دانشگاه نوادا رینو و سپس در مؤسسه هنری سان فرانسیسکو تکمیل کرد، جایی که در سال 1374 ببخشید مدرک کارشناسی ارشد خود را گرفت. آثار او در مجموعه های دائمی مؤسساتی از جمله موزه هنرهای آمریکایی نیو بریتین در ایالت کنتیکت و مجموعه دائمی دانشگاه نوادا در رینو و موزه بانک پاسارگارد در تهران ایران و شاتو دوکو شامپنی اردن در فرانسه، همینطور در ایدیل آرت گالری و مؤسساتی نظیر بنیاد بهنام بختیار در فرانسه و نون پاول
فاین آرت در لندن، در انگلستان قرار دارد. یاری استوانی در حال حاضر ساکن حومه سان فرانسیسکو است. خب سلام به همه عزیزان در هر جای دنیا که هستین. همونطور که توی معرفی شنیدین، من با دو تا نقاش هنرمند عزیز که من سعادت آشناییشون از سالها قبل دارم، دیگه اگر بگیم یه ذره خجالت آور ولی بالای 50 سال خجالت نظر این که این عزیزان رو من بیشتر از 50 سال میشناسم، ولی این فاصله کلی خلأ توش وجود داشته که من بتونم باهاشون وقت بیشتر بگذرونم و باهاشون به قول معروف کانکت بشم و وصل بشم. صحبتی که میخوام با جناب علی فرامرزی و خدایار استوانی یاری داشته باشیم اینه که صحبت با دو هنرمند و نقاش که زندگی خود را صرف هنرشان کرده. از ایشان نمیپرسم که هنر چیست، بلکه میپرسم که هنر به طور کلی و نقاشی به طور اخص برای ایشان چیست که بیشتر عمرشان را روی آن گذاشتند و ادامه میدهند. هر کدوم که مایلین شروع کنید. یاری جان بفرمایید اگر میخوای شما شروع کنی یا من شروع کنم. علی جان خواهش میکنم شما شروع کنین، شما به هر حال پیشکسوت تر از من هستین. خواهش میکنم. من امان جان فکر میکنم که اگر بخوام راجع به نظر شخصیمون رو، یا من بخوام نظر شخصیمون رو راجع به هنر بگم، و بگم که چی شد که دنبال هنر هستن رفتم، بعد حالا امروز در حقیقت نظرم راجع به این انتخاب یا هنر چی هستش. من بر اساس یک نوع تفکر و یک تحلیل در حقیقت نرفتم دنبال هنر، بیشتر بر اساس نیاز و ضرورت رفتم. در حقیقت ضرورت باعث شدش که من دنبال نقاشی برم، ولی خب مثل هر ضرورت دیگه ای که آدم واردش میشه، بعدها به ابعادش، به امکاناتش، به محدودیتاش فکر کردم و درش کار کردم و فعالیت کردم، ولی بیشتر ضرورت بوده برای من. حالا اگر این که ضرورت ها چی بوده جذابیت داره، من میتونم یه کمی راجع بهشون صحبت بکنم. ولی دقیقا اون ضرورت ها چه ضرورت هایی بوده؟ ضرورت ها ببین، ضرورت های خیلی عینی بوده. به هر حال بخوام یه کم بهش بود فلسفی تر یا فرهنگی بدم، منظورم خیلی چیز خیال پردازی نیست، ولی ما بین دو تا ضرورت جهان بیرون، واقعیت عینی که درش الان هستیم، و ضرورت بدن و تن که شما یوگیستا خیلی هم روش تاکید داری، محکوم هستیم و مجبور هستیم. و اون چی که از ما سر میزنه، از انسان سر میزنه، تعاملی است بین این دوتا محدودیت، بین این دوتا جهان. برای من خب یک ضرورت بیرونی توی محیطم، توی اطرافم بوده، توی امکاناتم بوده، یک ضرورت هم توی خودم بوده، محدودیت بوده یا امکاناتی بوده که من نقاشی رو تقریبا میتونم بگم تنها راه نجات خودم میدیدم و در حقیقت انتخاب نقاشی یک اجبار بود و من با ادامه دادن توی این مسیر طبیعتا به با اطلاعاتی که پیدا می کردم، با تجربه هایی که پیدا می کردم، با برخوردهایی که با افراد این حوزه و بقیه حوزه های دیگه داشتم،
به ابعاد آگاهیم اضافه می شده تا به امروزی که به هر حال در اینجا هستم. ولی اگر برای نظر امروز من رو در خصوص هنر بخوای یا برای که جذابیت داشته باشه، همین تعامل هنر محصول همین تعاملی است که ما با جهان بیرونمون، جهان عینی بیرونمون و جهان بدنمون داریم. من وقتی بدن رو میگم ذهن رو هم بخشی از اون میدونم البته، و این تعامل و این بدبستان محصول هنری ازش بیرون میتونه بیاد و ایجاد بشه. البته تو خیلی حوزه‌های دیگه هم همینطوره، تو حوزه‌های فعالیت انسانی، ولی هنر یکی از اون چیزهای نسبتاً خالص‌تر و سریع‌تر و عینی‌تر این تعامل هستش به نظر من. فوق‌العاده، مرسی یاری جان. شما همینی که ایشون گفتن. نه خب برای منم یک نیاز بوده، البته علاقه اولیه من به ادبیات بود، شعر نو به خصوص، تا اینکه هنرهای تجسمی جده و هم قرار گرفت و اصلا یه دفعه یک دریشه به دنیای عظیمی جده باز شد. همیشه از بچگی من علاقه داشتم به ساختن چیزی، جمع جور کردن که یه چیزی از به اصطلاح هیچی یه چیز تازهی به وجود بیاد، و هنر یعنی کلن برای من کشف و شهودی بوده و راه خیلی مستقیمیه برای من بدون زوائد به اون انرژی ازلی هستی نزدیک شدن. حالا اگه خیلی موفق باشی شاید لمس کردن. همین فکر کنم خلاصش در همین میشه. خیلی برای من جالبه، جواب هر دوی شما خیلی شبیه جوابیه که تاوریستا دارن در مورد که تاو چجوری خلق میکنه. یک توضیحی که دارن اینه که تاو مثل یک زن آبستن میمونه که محکوم به زایمان. ببین تو میدونی من رو این کلمه چقدر حساسم، هم تو هم علی استفاده کردی. محکوم رو سعی کنی استفاده نکنید، برای اینکه بار منفی داره. میدونم بار منفی داره، ولی منظور اینا اونه که دست خودش نیست، چون این به وجود اومده حالا باید بیرون. میتونی بگی موظفه. ولی خب محکوم هم نسیدی، ما به هر حال در یه محکومیتی به عنوان یه محدودیت در حقیقت یعنی جانت قرار دارین دیگه. من اینطوری نمیبینم، من اینطوری نمیبینم. من محدودیت هم نمیبینم، محدودیت یه دید خاصیه به یه سری مسائل. بعضی وقتا یه دید رو عوض بکنی، اینی که تو مکعب داری میبینی از اون بر نگاه کنی میبینی که ممکن اصلا کره باشه. بنابراین این چیزی که از یک زاویه محدودیت داره، آدم جاش یه کم عوض کنی میبینی که محدودیت نیست. خب فوق العاده. الان پس بیا یه لغت براش پیدا کنیم، چون راست میگی. ولی ببین ما و یعنی تو اون تعریفی که من کردم، خب بدن یک محدودیته به هر حال، یک محدود جهان عینی برای خودش جهانیه که ما در اکنون درش هستیم، یک محدودیت اینها از یه نوعی میشه محدودیت بشه. حالا اگه سوا از بقیه هستی نگاه کنیم بله، وگرنه یه جزوی میشه از این تصویر بزرگتر. البته آره، جای خودش کار خودش رو میکنه، بنابراین محدودیتی وجود نداره. از این بیشتر نمیشه ازش انتظار داشت، نمیشه گفت که محدوده. تو مثلا نمیتونی از رنگ قرمز انتظار داشته باشی که کار رنگ آبی رو بکنه، نمیتونی بگی محدودیت رنگ قرمزه، خصلتش اینه. میشه کلمه دیگه هم حالا ببینیم چی میتونیم بیاریم، چی میتونیم پیدا بکنیم برای ببین. چون شکل قضیه اینه که این مادر آینده اگر این زایمان اتفاق نیفته، یا بچه یا خودش یا هر دوشون از بین میرن، چون این باید اتفاق، یعنی یه جریانه که باید اتفاق بیفته. خب تو دارما رو چطوری ترجمه میکنی به فارسی؟
در حقیقت محدودیت زبان وجود داره. زبان که اصلا زبان که زبان ببین درسته که محدوده، ولی گاهی وقتا به کسایی برمیخوری که میبینی چقدر با همین زبان با همین ابزار میشکافن میزنن توی کهکشان، از سهراب سپهری گرفته تا مولانا گرفته تا خیلی دیگه. من همیشه میگم به صورت شما حروف الفبای فارسی چند تاست مگه؟ 32 تاست؟ نه 32 تا مسکره. حالا شما فکر با این تعداد تا الان چقدر فرهنگ آفریده شده، چقدر شعر آفریده شده، نثر آفریده. با همین تعداد وقتی ابزار خلاقیت چاشنیش میشه محدودیتی وجود نداره اون موقع. اینو من میگم مثل نوتای موسیقی، نوتای موسیقی نوت موسیقی هر چیزی نامحدوده. دقیقا. من حالا تو حوزه نقاشی همیشه میگفتم به بچه ها سر کلاس، ما واقعا فکر کنیم مثلا پورتره انسان از چند تا اجزا تشکیل شده. ما این میلیارد انسان وجود دارن که به غیر از استثناءات هیچ کدوم شبیه هم دیگه نیستن، به غیر از استثناءاتی که حالا وجود داره. و خب این حیرت آور واقعا، با این تعداد ابزار محدود این همه تنوع، این همه تنوع، یعنی یه چیز عجیب غریبیه برام. ببین چیزی که من درسته قبول دارم، بعضی وقتا همون مقوله رو یک کمی این بر اون ورتر میبینیم، یه دفعه اصلا تعاریف کاملا عوض میشه. من میگم ذهنی که محدودیت میبینه محدودیت ایجاد میکنه. موافق، کاملا موافق. برای اینکه دنبالش میگردی. او دقیقا میدونی. حالا اجازه است، من گفتم من چند تا از صحبتهای شما رو قبلا شنیدم، گرچه همشو نه، یکی دو تا نکته در نظرم مونده بود میخواستم راجع بهش صحبت کنم، میتونم؟ با من بله شما دو نفر رو. بله. میخواستم بگم که تکامل کار نه لزومن عرضیه نه لزومن طولیه. راجع به این صحبت میکردیم که بعضی ها ممکنه کارشون مثلا در سه ته سالها تغییر نکرده باشه. خب و اینو مثلا یه درجا زدن میدونستیم در صحبت که کردیم. بله بله در صحبت دومتون با هم. یه نکته جالب، من یک کوت خیلی جالبی خوندم از یکی از هنرپیشگان گروه تئاتر پیتر بروک که ژاپنیه، یوشی اویدا، که خیلی اصلا جا افتاد تو من هک شد. میگفت ما در ژاپن، حالا من اینو ژاپن میگه به شرق کلن بستش میدم، گفت در غرب وقتی که شما چاه میکنی که به آب برسین، وقتی نمیرسی ول میکنی میرین چای دیگه میکنی. میگفت در ژاپن شرق چاه که میکنیم به آب نمیرسیم عمیقتر میکنیم. میدونی؟ و مثلا شما نمیتونی بگی، میتونی بگی که مثلا رامبراند در جا میزد؟ من البته یا وانگو در جا میزد؟ نه، منظورم اینه که اون صرفا کافی نیست. آدم میتونه هی از این شاخه به اون شاخه بپره، کارش تکامل پیدا کنه یا نکنه، یا میتونه روی همون چیز عمیق‌تر بره جلو. بازم ممکنه که موفق باشه، ممکنه موفق نباشه، اون شاخصش نیست. این یه ذکر بود در ذهن من. من اما جا من صحبت کنم میخوای شما حتما. من البته این که درجا زدن، کلمه درجا زدن جایی استفاده کرده باشم رو نمیدونم. نه اینو من رو بردم از چیزی که یادم اینو استفاده نکردم. یادم هستش که توی اون صحبت حتی من مثال زدم، گفتم کارگردان هایی هستن، تا اونجا که الان خاطرم هست گفتم کارگردان هایی هستن که تمام کاراشون رو در یک ژانر انجام دادن، و کارگردان هایی هم هستن که متنوع تر کار کردن، ممکنه ژانرهای مختلفی رو برای کارشون انتخاب کرده باشه. ولی این که امتیاز داده باشم به عنوان درجا زدن یا به اصطلاح ایست روی اون، یادم نمیاد. باید میتونم برم حالا نگاه کنم ببینم همچین
برداشتی رو میداده حرفای من، معمولا هم اینطور نیست، یعنی تو ذهنیت خودم هم اینطور نیست شاید جان، حالا شاید اونجا گفته باشم ولی بعد برم ببینم، ولی تو ذهنیت منم اینطور نیستش که کسی که روی یک ژانر کار میکنه، من تو مثال حتی فکر میکنم نویسنده ها هم مثال زدم، و کسی که روی یک ژانر کار میکنه اون در حال درجا زدنه و کسی میتونه که درجا بزنه، میتونم درجا بزنه، نه میگم لزومن 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 درسته. کسی که روی یک ژانر کار میکنه از نظر من الانم دارم باز روی نظر خودم رو دارم بیان میکنم، به نظر من درجا زدنی نیست، اصلا ما دو تا چیز داریم، یک ممکنه یک کسی خیلی افقی حرکت بکنه و همون تعریفی که تو به کار بردی این شاخه اون شاخه بخواد بپره، یک کسی ممکنه عمیق همون مثال چاهی که گفتی عمود بخواد جستجو بکنه، یعنی روی یک چیز به طور عمودتر و به طور متمرکزتر جستجو کنه، یکی ممکنه در ابعاد مختلف جستجو کنه، این دوتا میشه دیگه همین. از نظر منم همینطوره، یعنی این درستشه، اگر همچین برداشتی بوده باید برم ببینم. نکته دوم که زده نبسید راجع به این صحبت کردی که یه موقعی مثلا ممکنه حال خوشی نداشته باشی در استودیو، مثلا رنگای چرک در میاد. رنگ چرک یعنی چی؟ چون به خاطر اینکه حتما خوب میدونی که رنگ در خلأ وجود نداره، وقتی میگین چرک یه نوع قضاوتی روش داریم پیاده میکنین که رنگ شفاف همیشه بهتره. میدونی چی میگم؟ در صورتی که در کار مثلا همین کار قشنگ که پشت هست، کلیت کاری که مهمه، همه اجزای کار در خدمت اینه که این کلیت یه چیز واحدی از آب در بیاد و بنابراین یه سلسله مراتبی تو کار وجود داره، یه چیزی باید پایین‌تر بشینه، یه چیز جلوتر، اگه همش هجوم بیاره با آدم کار آشفته میشه و ناموفق به نظر من، و بنابراین این از اون کلمه هایی مثل محکوم که باید مراقبش بود به نظر من، چون چرک معنی نمیده اینجا. نمیدونم منظورمو میرسونم؟ ببین من به خب ببینم منظورت اینه که چه در یک کمپوزیسیون میشه تعریف چرک یا غیر چرک رو تعریف کرد، اگر در یک کمپوزیسیون یک رنگ خوب یا نیفته ممکنه اون رنگ به نظر بیگانه و به اصطلاح نه رنگ رنگ خوب و بد قابل پذیرش نباشه، رنگ خوب و بد وجود نداره، رنگ ها در ارتباط با هم معنی پیدا میکنن، همون در یک کمپوزیسیون دیگه، در یک کمپوزیسیون معنی خودشونو پیدا میکنن. من اشکالم با این کلمه چرکی که بار منفی داره به خاطر اینکه اون رنگی که میگین که حالا بگیریم ضعیفتره از اون رنگ روشن، اون اتفاقا اونی که بعضی وقتا نیرو میده به اون رنگ روشن کنارش، بنابراین اهمیتش شاید حتی بیشتر باشه از اون رنگ. رنگ من دیگه. امتیاز ببین من امتیاز ندادم، نمیدونم چرا از این فکر میکنی بهش امتیاز، من میگم اون رنگ چرک شده، یعنی مثلا باید فرض بگی یه سرخابی خوش رنگی میشده، اون سرخابی انقدر خاکستری قاطی شده که اون درخشش رو نداره. من نه من همین رو دارم میگم، پوزیشن قضیه نبوده اصلا، من همین دارم میگم خوش رنگ و بد رنگ نداریم، هر کدوم از اینا وظیفه خوش رنگ و بد رنگ دارن، هر کدوم از اینا وظیفه خودشون رو توی تابلو دارن طبیعتا. بنابراین وقتی میگی خوش معنی کاملا بار مثبت داره دیگه، چرک هم کاملا بار منفی داره، من میگم که اینا هم اندازه مهمه، بنابراین بار منفی نداده. نه وقتی که شما میخوای رنگ مثلا زرد شفافی رو رو کارت داشته باشی ولی در نهایت اون در نمیاد، من منظورم همین بوده دیگه، به کل کمپوزیشن قصد دادم اون بوده ولی چیز دیگه در میاد، اینو آره اون فرق میکنه، درست، آره دیگه من منظورم همین بود. بسیار، این دوتا دو ذهن من مونده بود که میخواستم همین. ممنون که فرصت لغت این تو انگلیسی هست impeccable، فارسی چی براش میاری آقای یاری خان؟ impeccable چون چیزی که ازت میشنوم اینه که خیلی
تو تمام لغت ها رو خیلی ایمپکبل میشنوی تو آره ایران. خیلی جالبه. نه برای که من دیدم که کلمات چی کار میکنن و تحقیق کردم، برای بعضی وقتا سالها طول کشید دیگه از زیر بعضی بارای منفی که به کلمات دادم در بیام، برای همین بیشتر مراقب. آره همینطور، منم قبول دارم. و در مگه در بهاگا گیتاس دیگه میگه که you have to learn to look at the pile of gold, mound of gold and a pound of shit with the same eye. خب که به یه تپه طلا و یه تپه ان و کود با یه چش نگاه کنی. این راحت نیست ولی حداقل آدم سعیش رو میتونه بکنه. من از این زاویه دارم میام تو. I love that. این خاصیت هر دوتا تونه که خیلی هم در این حال میخواید از این محدوده ها و به خصوص از این جمله هایی که گاهی اوقات تو زندگی شدم شنیده چجوری میخواید رها بشین. That's beautiful. I love that. از رو تجربه میاد دیگه، دیدیم که چه ضربه هایی میزنه. دقیقا همینطور. و بعضی از ماها اصلا با اون جمله ها دیگه میریم از این دنیا، میریم اصلا. اصلا حتی بعضی فرهنگ ها باش داخته. من نمیدونم توی ویدیویی با شما بود شنیدم یا نه کسی دیگری بود که این راجب فروید صحبت و بحث غریزه جنسی که میگفت اصلا یه تو ترجمه آلمانی به انگلیسی اشتباه اتفاق نمیشد معادلش رو پیدا کنن به جاش چیز دیگه، و این اصلا شده قضاوت راجب فروید. رفت اصلا که رفته دیگه نمیشه برش گردون. ترجمه که از اون معموله های بسیار عجیب و غریبه. یه عبارتی هست به لاتین میگن ترادیتوره ترادوتوره، یعنی مترجم خیانتکاره هر کاریش بکنی. و این خیلی وحشتناکه و ترجمه به قدری مترجم خوب کم هست. یه چیزی که من رو اذیت میکنه، خیلی از کتابایی که در ایران در میاد از ترجمه از زبان دوم یا حتی سومه. اصلا نباید اجازه داده بشه. اینترنت با گوگل ترجمه میاد بیرون. حالا اونو بذاریم کنار، قبل از اینترنت هم اصلا این پسکاتیه جان. از دوره قبل از اینترنت حساب بکنه که مثلا یه کسی میاد کتاب داستایوفسکی رو ترجمه میکنه، روسی بلد نیست، انگلیسیش خوبه از انگلیسی. این اصلا یا نباید اجازه بدن، یا اینکه حتما روی کتاب چاپ شده باشه که این از زبان اصلی نیست که خواننده بدونه. هم باعث کج فهمی ها بد فهمی ها میشه و بعد یکی دیگه میاد استناد میکنه به اون و بعد باز تحقیق میکنه، باز دیگه تا اصلا همینطور میره برای خودش. آره ترجمه اصولا چیز منم خود ترجمه برای همین خیلی حساسم. کلمات دقتت خوبه. حالا یه نکته جالبی بگم، من نمایشگاه اولی که تهران داشتم حدود 8 سال پیش که بود، این متنم و استیتمنتم که میخواستم ترجمه کنم، با اینکه فارسی فکر کنم بد نیست، ترجیح دادم بدم کسی اونجا برام ترجمه کنه به یک دلیل خاص. گفتم من تحصیلات هنریمو اینجا کردم، بنابراین هر چقدرم کلماتو درست ترجمه کنم یه سری چیزا اونجا جا افتاده، من به فارسی ترجمه میکنم ممکنه مخاطب اونجا نفهمه. خب و همینطور هم شد. ساده ترینش چیز این بودش که من هی می نوشتم که من در کارهایم فلان، این مترجم هی عوض می کرد می گفت من در آثارم، استاد من دوباره می کردم در کارهایم. بعد از یه مدت که عقب جلو رفت گفتش که ببینید اینجا کارها رو برای مثلا دانشجو ها مبتدی ها میگن، کسی که جا افتاده آثار. و این مثلا به نظر من یه مقدار ببخشید گندگوزی بود که آدم به کار خودش بگه آثار. بگم نه اونجا رایجه. اینو من مثلا چون دور از محیط بودم یاد نگرفت. حالا چه برسه به لغت های فنی دقیق تر. دقیقا نه ترجمه اصلا یک چیز وحشتناکی باشه. خب حالا چه لغتی رو استفاده کنیم برای زنی که دارای بچه خواهد بود و الان درون شکمشه؟ حامله. خب زن حامله دیگه میترسه. چه لغتی استفاده کنیم برای این که اگر یک زایمان سالم نداشته باشه میتونه خودش یا بچه یا هر دو از بین بره،
حالا چرا اینو دارم میگم؟ برای اینکه اون لغته بود که تمام این صحبت، برای اینکه یه چیز مشترک تو دوتای شما، انگار آفرینش، خلق، کریتیویتی یه بخش لایتجزا توی زندگی شماست و این کار رو انگار میبایست انجام بدید. ببین من قبلا صحبت جداگانمون بهت گفتم که من صحبت تو رو با علی که دفعه اول شنیدم حس کردم که ما در یک باغیم. من علی در یک باغیم. علی ممکنه دو جای مختلف، ولی ممکنه دو جای مختلف این باغ وایساده باشیم، ولی در یک باغیم. برای همین انقدر بچه مشترک داریم که بتونیم راجع به خیلی از این چیزا صحبت کنیم. با اصلا نمیشه شروع کردیم صحبت رو. یعنی اصلا از همون جمله اول کج فهمی در میاد. آره دقیقاً، بازم موافقم. من چیزی که برام جالب بودم طور که یاری گفتش، این که من خوب در ایران بودم و اونجا به هر حال زندگی کردم و بچه‌ام، یا یاری در امریکا بوده و این نزدیکی این دیدگاه ها و با این که تو دو فضای هنری متفاوتی، تو فضای نقاشی متفاوتی هم داریم با هم کار میکنیم، ولی دیدگاه هامون اینقدر به هم نزدیک، این خیلی جذابیت داشتش. برای اینکه خب یارو فضای کاریش و من با هم متفاوته، ولی دیدگاه ها اینقدر به هم نزدیکه و منم اتفاقا از خیلی از، یعنی بیشتر گفتگوهایی که شما با هم داشتین رو منم گوش کردم و بخشی از مال یاری که با آقای انوار داشت رو هم گوش کردم اینها، و لذت بردم واقعا و خوشحال شدم. و اینکه آدم همسخن میتونه داشته باشه و راضی به خیلی از مسائل همونطور که یاری گفت میتونه صحبت بکنه با هم. حالا امان جان، تو یک پاراگراف گفتی و گفتی یک کلمه براش پیدا کن، معادل یک کلمه بگو، کلمه پیدا کنیم، نه این پاراگراف. نه آخه اون نقطه محکوم که گفتیم خوب نیست، قبولم. من و علی تسلیم. یه جوری یه چیزی بتونیم بگیم، چون نکته ای که هستش اینه که یک جور اجبار نیست، چون اجبارم باز. ببین تو نفس کشیدن رو، نیاز به نفس کشیدن رو اجبار میدونی؟ خب اگر نگید نکنی میمیری. ها هنرم برای خیلی ها، فکر کنم برای علی و من هم همین حالت داره. من یه مدتی اصلا کار نمی کنم، اصلا کاملا قاطی هم. خب پس اجبار، بنابراین اجبار نیست، نیازه. بیوتیفول. پس اصلا اینجوری بگیم، مثلا فراموش کنیم، بگیم تا اون نیاز داره که خلق کنه. علی و یاری هم نیاز دارن نقاشی بکنن، بکشن، اکسپرس کنن، بیان کنن به شکل، یعنی نیاز یه جنبه خیلی نیازه، یعنی جزء مثل پنج، مثل نیازهای طبیعی، این هم یک نیاز طبیعی برای هر دوی شما. برای من که از برای علی هم فکر کنم باش. اصلا جوری هم که گفتین هم این بود، گفتین برای اینکه حالم خوب بشه، برای اینکه اصلا خوب باشه. فوق العاده. خیلی خب، با نفس بعد از این در اون کارو من قشنگ میفهمم. کارت با نفسه. حالا یه چیزی که میخوام ازتون بپرسم، چون شما هم یه ذره فهم کنم یه 10-12 سالی، یعنی از نظر نسلی اختلاف داریم، و هم در این حال علی جان مسیری که رفته، مسیر غیر اکادمی که معمول غرب بوده، که یعنی بری دانشگاه، بری اینجوری. نمیدونم علی جان شما هنرستان رفتین یا هنرستان؟ نه، نرفتم هنرستان. فوق‌العاده، شما دو نفری هستین که یکی از مسیر دبیرستان به حساب از اون مسیر و بعدم دانشگاه و اینا، و شما مسیری که خارج از این مسیره، تجربی بوده. هر دوی شما وقتی نگاه میکنین، این نوع شما باهاش چجوری بودین با اون مسیری که اومدین؟ من
نقاش هنرمندی که نیازمندم برای اینکه این کارو بکنم، با خودتون و هنرتون چجوری بودین که این همه سال تو مسیر هر روز هر روز، الان دیگه یاری تقریبا من فکر میکنم از یه کارمندم بیشتر توی آتلیهشه، چه کارمند صبح میره 8 تا 5 بعد از ظهر ممکنه 5 روزم بیشتر کار نکنه، ولی چطوری بودین با تمام این مسیری هم که اومدین، هر کدومتون یه چیزی توتون بوده که این شکلی تونستین برین ادامه بدین و هنوز با همون شور و شوق بشینین اون جلو و کار کنین؟ هر کی که میخواد جواب یاری جان بفرمی شما. من ممنون. ما ببین در ارتباط با همین که گفتی، یه بار با یکی صحبت میکردم سالها پیش، گفت که خب چه خوش به حالت نقاشی میکنی، باید خیلی لذت بخش باشه. من فکر کردم لحظه که نه، نه لزوما، نه لذت نه درد، یعنی با اون معیارا اصلا نمیشه سنجی، اصلا فرای این چیزاست، همون نیازه و نزدیک بود بگم اجبار نیاز و اون چیزی که مثبتی که جای اجبار میشه گفت و دیدم واقعا همینطوره. اصلا وقتی که من خودم رو گم میکنم کاملا موقع کار کردن و این چیزی که سیغل خورده در طی زمان، یعنی بیشتر یاد گرفتم خودم رو گم کنم و بیشتر اجازه میدم که گم بشم، میبینم دقیقا اونجایی که باید باشم سردر میارم، در ارتباط با هستی، در ارتباط با کل کهکشان، اون میگم اون انرژی سرچشمه هستی که حالا اسمشو خدا یا هر چی میخوان بذارید. من میگم زندگیم خیلی بالا پایینای زیادی داشته، ولی این مثلا نقاشی هیچ وقت قطع نشد و میگم یه مدتی که مثلا مجبور بودم به هر دلیلی آتلیه نداشتم یا نتونستم کار کنم، کاملا قاطی بودم. نهایتا اون چیزی که گفتم بی زمانی، یه چیزی که توی پروسه کاری من، توی سالهای کاری من شده یک عنصر شاید بگم هدایت کننده و نهایتا هم توی کارم دنبال این هستم و اینم این بازخوردم گرفتم از خیلی ها که میگن کاراتو که نگاه میکنیم انگار مثل زمان بایستاده و میگن من دنبال همین هستم دقیقا. یه نوعی مثلا کارا شده یه نوعی مثلا مناظر درونی که آشناس، ولی نمیتونی انگوشش بذاری که کجا اینو دیدی. تای وجود آدم یه جایی اینو یا دیدی یا با چشم جان دیدی، حس کرد. مثل این میمونه که اصلا جایی که ما ازش اومدیم این خاطراتی از اون فعلا تا اینجاشو داشته باش. حالا یه سوالم برات دارم بعد از اون علی جان. من خب تو دو تا فضای کاملا متفاوت با یاری بودم. بعد اصلا مثلا تو که امان جان شما گفتی مسیری که اومدن اصلا یه مسیر دیگه بوده و همیشه بین همونطور که تو یه وقت به نوشته های منم اشاره کرده بودی، بین ذهن و واقعیت عینی بیرون، بین ذهن و بیرون، کاراکتر خودم هم همینطوره تقریبا. هر مسئله ای رو اول با بیرون با واقعیت های عینی محک میزنم، بعد اگر ببینم جواب داده اون وقت تو درون و تو تفکر خودم هم براش سعی میکنم که دلایلش رو پیدا بکنم. این خیلی برام مهمه. بعد نگاه که میکنم میبینم کارم هم، حالا اتفاقا دوست دارم که هم شما هم یاری عزیز نظرتون راجع به اینی که میخوام بگم هم به هم بگی. کارم هم که نگاه میکنم اینا بین این دوتا فضا حرکت میکنه، یعنی یک فضای بیرونی که درونی شده و حالا منعکس میشه. منتها چون تو کشور و فضایی بودم که مسائل مختلفی میتونست اتفاق میافتاده یعنی و وجود داشته، در نتیجه به
وجوه مختلفی کشیده می شدم و نسبت بهشون عکس العمل نشون می دادم. و این خب برای خودم این مسیر جذابیت داره از این نظر که می بینم چجوری ابعادی مختلفی رو از خودم تونستم بروز بدم و بیان بکنم و به البته گاهی انقدر کشیده میشم توی یک فضا تا به مرز ابستره میرسم ولی دوباره برمیگردم بین اون بینابینی. بعد به گذشته خودم هم که نگاه میکردم یا به هر حال تحلیل میدیدم همیشه روی یک مرز حرکت میکردم. فرهنگی که توش بزرگ شدم، خانواده‌ای که توش بزرگ شدم، مسیر که آمدم، حتی تو هنر افرادی که در مسیرم باشون آشنا شدم یا ازشون آموختم، ازشون استفاده کردم و همیشه لبه یک مرز حرکت کردم و کارها اونطور که خودم برداشت میکنم ازشون همین مرز رو در حقیقت نشون میدم و این نشون میده که چقدر آثار هنری همونطور که یاری هم بیان کرد آثار هنری میتونن منعکس کننده واقعیت های وجودی خود همون هنرمندش باشن. این جذاب دارم. حالا یه سوالی که دارم از یاری به خصوص، مسیر اکادمیک به مقدار زیادی راه مشخص داره، ریل گارد داره که نری از جاده بیرون و تعدی. حالا برات میگم، حالا همون بعد به قول خودتون صحبتت اشاره میکردی که اون استاده رنگ رو بهتون چجوری میگفت درست کنین و چه چیزایی لازمه و خیلی مشخص اینا و یه استاد دیگه دوره بعد چیز میکرد. ولی یه نکته‌ای که خیلی اساسیه مسئله یاری با خودشه وقتی در برابر این استادهای مختلف قرار میگیره. وقتی اونا این آموزش‌ها رو میدادن یاری به خودش چی میگفت یا چجوری اونا رو میشنیدی؟ اینو بیشتر باز کنم، متوجه نمیشم. ببین اگه یه آدمی حالا تو یوگا باشه یا تو فلسفه الان شروع کنه حرف زدن و خیلی مطلق حرف بزنه، یه بخش من شروع میکنه حرف زدن که میگه خب ولی یه ذره اینو صداشو کم کن، خیلی بهش چیز نکن چون داره خیلی مطلق حرف میزنه. انگار من یه فیلتری دارم که وقتی یه آدمی زیادی مطلق و ریجید داره چیز میکنه من یهو خودم رو عقب میکشم، از دورتر نگاه میکنم، خیلی خودم رو بهش باز نمیکنم. یه صدای درونی، یه درک درونی برای من هست که ببین من تو مسیر شناخت پیش خیلی ها رفتم، شاگرده خیلی ها رو کردم ولی هیچ جا سرسپرده هیچ کی نشدم. یه چیزی توی منو عقب نگه میداشت از این سرسپردگی. و در رابطه با شاگردام به هیچ وجه، به معنی که حس میکنم اونا دارم اونور میرن که میخوان یه جوری اونجوری به من وصل بشن، من خودم عقب میکشم. این یه چیزی توی منه. خوبه اونا نه. من این ریاکت برای شما چطوری بوده؟ من چون فرامرزی رو یه جور دیگه دیدم میدونم اوناشو یه مقدار آشنام هستم ولی برای اون یه سوال دیگه دارم، ولی برای خودت میخوام ببینم یاری جان. با این سرسپردگی که میگی در محیط آکادمیک بیشتر در ایران هست، من فکر کنم که علی بیشتر در این مورد میتونه صحبت کنه که چون یکی صحبتم من اشاره کردم که خیلی استادا دنبال نوچه پروری هستن در ایران، اینجا کاملا مخالف این. خب به عنوان دانشجو، به عنوان یک هنرجو، من مثل اسفنجی بودم که میخواستم جذب کنم، یاد بگیرم، بیام جلو و کارهای اولیه‌ام و تعلیمات اولیه‌ام کلاسیک بود و اصولا خودم به این اعتقاد داشتم که از یک بیس کلاسیک باید شروع کرد و بیاد جلو. باید میگم اون چیزی که میخوای بشکنی باید بدونی که چیه و اصلا به قصد شکوندنشن که شروع نمیکنی، داری شروع میکنی که یاد بگیری که
که بهتر بتونی خودتو احساستو بیان بکنی. و بنابراین تو ایده خودتو داری. بعضی وقتا مثلا یکی از کلاسایی که بود توی کلاس نقاشی، یکی از اساینمنت هایی که بود یه کار مشهور انتخاب کنی کپی بکنی. خب خیلی جالبه چون یه مقدار خیلی چیز به آدم یاد میده در مورد رنگ کار کردن و اینا. ولی این نبودش که مثلا کلاس همش این باشه، یه این بود. بعد از این حالا مثلا قرار به خاله بری سلف پورتری بیار و بعد مثلا برو فلان کار رو بکن. و این چیزیه که از چیزهای جنبه‌های مختلفش آدم یه چیزی یاد میگیره. یه نقد بزنم به جای دیگه. چندین سال پیش که من طراحی تدریس میکردم در دانشگاه، گفتم تو این فیلم چیز رو دیدی دیگه حتما، کاراته کید، واکس آن واکس آف. من اسایمنت هایی که به اینا میدادم هر کدوم به نظر میومد که کاملا جداگانه است و هیچ کدوم به هیچی ربط نداره. یه موقعی مثلا فقط با خط کانتور کار میکردیم، هر کی میومد مثلا سایه روشن بکنه دعواش میکردم اصلا سایه روشن نمیخوام، اصلا دست نزنم. یه دفعه دیگه فقط سایه روشن بود، کسی خط میابرد تو میگن ابدا از اول شروع کن. و هر دفعه مختلف بود. و اتفاقا من تا دو هفته آخر کلاس سیمس تغییر چندانی در کار اینا نمیدیدم و همیشه میموندم که درست دارم برخورد میکنم یا نه. ولی بعد نهایتا میدیدم که مثلا تو دو هفته آخر همه اینا با هم تو جمع میشد، کارهای اینا یه دفعه میرفت یه سطح بالاتر همشون، حتی اونایی هم که مثلا بی علاقه بودن اومده بودن به عنوان یه کلاس اضافه مثلا طراحی رو بردارن. و میدیدم که جا افتاده اومده بالا. استادای ما، استادای خودم هم اینطوری بودن، چیزهای مختلفی ازشون میگرفتی. هیچ نبود که مثلا حتی وقتی مدل میذاشتن یا مدل زنده یا طبیعت بیجان میذاشتن که بکشی، نمیدونم که اینطوری بکشی، میومد میدید که اونی که کشیدی چطوری باید قوی ترینی که میتونی در بیاری، که اگه فضای خالی توی کار هست باید یه دلیل وجودی داشته باشه، لزومی نداره همه کاغذ رو پر کنیم. ولی نباید این حس رو به من بده که اینجا خالیه چون بهش فکر نکردم یا نرسیدم بهش. خالی بودنش یه دلیل وجودی باید داشته باشه. اینا دوره لیسانس. دوره فوق لیسانس خب جای مختلف فرق کنیم. اونجایی که من رفتم مقدار زیادی باز بود، بلنگوار بود. من میدیدم خیلی دانشجوها که مادم اونجا گم میکردن، خود قاطی میشون. برای که از همون اول میامدن میگفتن که شما همه هنرمندین، برای همین اینجایین، لازمه چیزی یاد بگیریم. یکی چنین چیزی بود، یعنی چی ما اومدیم اینجا یاد بگیریم. و هر استادی هم برخورد خودش رو داشت، ولی همش در این راه بودش که اون کاری که داری میکنی بهترینی که میتونی باشه. هیچ نمیومدن هیچ سبکی رو مثلا به تحمیل بکنن. جای گیر میکردی، سوالای تکنیکی داشتی، کدوم روغن این کارو میکنه، راهنماییت میکردن. و یاد چیزی افتادم، یکی از کلاسای خیلی جالبی که من داشتم توی دوره فوق لیسانس کریتیکایی بود که هر هفته انجام میشد، هر کسی یک ساعت وقت بهش میدادن، کارا رو میذاشتی، استاد میومد 20 دقیقه صحبت میکرد به عنوان این که این بهترین کاریه که در تاریخ هنر انجام شده و با دلیل باز میکرد اینو. خب این داشته باش. بعد 20 دقیقه دوم باز استاد صحبت میکرد به عنوان این که این بدترین مزخرفترین کاریه که در تاریخ هنر انجام شده و باز با دلیل. بعد 20 دقیقه آخرم فقط بقیه دانشجوها صحبت میکردن، تو حق نداشتی از حرف بزنی. خیلی من از این یاد گرفتم از این دوره، ولی داغوم میشد 20 دقیقه اول که کش میکردی و 20 دقیقه دوم اصلا خیلی آره. من میدیدم که از کریتیک در اومدن مثلا تو خیابون دارم میرم به نزدیکترین بار اونجا. بعد نکته جالب اینه که برای من اینطوری بود، برای خیلی ریم همینطور. وقتی که از دانشگاه در میای یه مدتی طول میکشه که تمام داده‌هایی که اونا بهت دادن بریزی دور و اون چیز که از پسش در میاد اون چیز اصلیه. برای من و برای خیلی‌هایی که میشناسم اینطوری بوده. فوق‌العاده.
حالا سوال از علی جان این شکلی دارم. اونی که به حساب با علی سلام مصلحت میکرد، میگفت خب حالا دیگه بس این دوره که گذروندم اینجا، حالا برم پیش یه استاد دیگه، اون معمولا چه کیا این پیشنهاد رو میکرد؟ چه اتفاقی افتاده یا چی بود که میگفتی خب دیگه حالا وقتش باید رفت و جای دیگه رفت؟ اما جا من در یه دوره سنی که نوجوانی بوده، خیلی نه خیلی ولی به هر حال در فضا و خانواده ای که بودم، در محیط محله ای که بودم، خیلی نسبت به جای دیگه، شاید محله مذهبی بود و من یک آموزش های مذهبی گرفتم خود به خود. این آموزش های مذهبی چون جوان و نوجوانم بودیم، همیشه یه دیدی به ما میداد یا به من داد، البته من دیدم در کسای دیگری هم کم و بیش بود اینطوری، که به راحتی هر چیزی رو نمیپذیرفتیم اتفاقا. یعنی ما میشستیم سر خیلی چیزایی با هم بحث میکردیم، چک و چونه میکردیم اینها. من وقتی از اون محیط به حالا صحبتش چیزه، از اون محیط آمدم وارد محیط هنری شدم، خواه نخواه یکم با فاصله همیشه برخورد میکردم. به هر حال اون تعلیمات گذشته و آموزه های گذشته باعث میشد که خیلی شیفتگی و جذب 100% در من اتفاق نمیافتاد. همیشه یه جور نگاه شاید هم طنزآمیزی هم یه خورده به قضیه داشتم، مثلا برای اینکه با اون بک‌گراند قبلی میسنجیدم و با اون تفکر بهش نگاه میکردم، خیلی نمیتونست برای من شیفتگی ایجاد بکنه. این میتونم بگم از خیلی جهات به من کمک کرد و کمکش باعث شدش که من خیلی به مطلق، همونطور که خودت هم اشاره کردی و میدونی هم اطلاع هم داری، خیلی مطلق جذب یک شیوه کاری یا یک تفکر حتی یک فلسفه یا یک شخص نشم. و این فاصله گذاریه با قول تئاتری ها، این فاصله گذاریه باعث می شد که من به شیوه های دیگه، به روش های دیگه هم فکر کنم و نگاه کنم و باور نکنم که این اون چی که الان در اختیار یا در دسترس منه مطلق قضیه هستش. واقعا فکر میکنم تا اونجا که خاطرم هستش در ارتباط با اون 40 خورده سالی که آموزشم دادم، من تلاشم این بود که این اتفاق بیفته و نمیذاشتمم و نشدم واقعا هیچ وقت. همیشه با یه فاصله، همونطور که یاری هم خیلی خوب و خود تو هم اول توضیح دادی، با یه فاصله سعی میکردم شاگرد رو نگه دارم از این جهت که نچسبه به من و من رو مطلق نبینه. همیشه هم میگفتم بهشون سر کلاس، حتی خیلی موارد تشویقشون میکردم، چون خب من کلاس های خوب. البته من یک دوره دانشگاه درس دادم، دوره کارشناسی ارشد، ولی توی کلاس خصوصی اصلا شرایطش با دانشگاه از خیلی ابعاد، خودت که خیلی خوب اینو میدونی، فرق میکنه. من ولی بهشون میگفتم برین کلاس های دیگر هم ببینین، استاد های دیگر هم ببینین، اون چی که من میگم مطلق قضیه نیست، نتیجه ایست که تا الان من گرفتم و در اختیار دارم. و همونطور که یاری هم اشاره کرد، متاسفانه حالا البته آگاهی ها بیشتر شده تو ایران، در یک مقطعی بسیار این پدیده نوچه سازی و نوچه پروری مد بود اصلا و متداول بود، به طوری که داشت تبدیل به یک فرهنگ می شد که اگر کسی نمی تونه یه سری شاگرد شبیه خودش تربیت کنه، حتما یه جایی کارش اشکال داره، حتما این توانایی رو نداره، یا حتما
خودش به هنوز به چیز قرص محکمی دسترسی پیدا نکرده که بتونه شاگردار جذب خودش کنه. این داشت تبدیل به یه فرهنگ میشود. برای همینم شما از کار خیلی از نقاشا تو ایران میتونستی بفهمی که اینا شاگردای کی بودن، کجا بودن. ولی من فکر میکنم یکی از چیزایی که خیلی کمک کرد این فضا شکسته شده تو ایران اینترنت بود. دسترسی به اینترنت باعث شد که ایرانی ها و جوان ها مخصوصا به یک دفعه با یک دنیایی از اطلاعات، کارهای متفاوت روبرو بشن. این روبرو شدن با کارهای متفاوت، تفکرهای مختلف، ایده های مختلف و متنوع باعث شد که اون جفت به نظر من شکسته شد و امروز تا اونجا که من در جریانم، حالا من کل ماجرا رو، کل همه چی رو رصد نمیتونم بکنم و نمیکنم من، ولی تا اونجا که دستگیرم شده امروز شکسته شده. من کمتر میبینم که اون نوع جذب و اون نوع چیز اتفاق بیفته. ولی خب این در حقیقت خیلی خیلی مخصوصا تو کلاس خصوصی به ظرفیت اون معلم بستگی داره. یعنی اون معلم اگر بترسه از این که پاش اجازه بده دیگران پاشونو فراتر از تجربه و دانش اون بذارن، به طور خود به خود همیشه یک استبداد غیر مستقیم و مستقیمی رو اعمال میکنه. چون ما خیلی از استبدادامون رو دیگه غیر مستقیم از روی خیرخواهانه، از روی نصیحت و وصیت انتقال میدیم. ولی اگر این ترسو نداشته باشه یا به هر حال بشناسه لااقل این واقعیت رو که همچی چیزی ممکنه باشه، ممکنه که اجازه بده دیگران پاشون رو، یعنی جستجوهای خودشون رو داشته باشن. و خیلی مواقع هم آدم میدیدش واقعا که گاهش همون که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. و واقعا بعضی هاشون آدم میدید که فراتر از خود معلم رفتن هستن و همیشه همینطور، اگه نبود که اصلا معنی پیدا نمی کرد. اینیست که این آرزه بود در ایران، ولی الان من فکر میکنم آگاهی ها به شکلی در اومده که شکسته شده. در مورد خود من هم همونطور که گفتم، خودم که به فکر میکنم اون آموزه ها کمک کرد که اون اتفاق مرید مرادی به اون معنی که ابدی باشه، شاید در یه مقطعی هم بوده باشه، ولی به هر حال این فضای درونی بوده که ازش فاصله بگیره آدم و اتفاق افتاده میشه. البته اینترنت خب شمشیر دولبه است دیگه. موزل بعدی این بودش که خیلی جوان ها میرن دنبال کارهایی که فروش میره، دقیقا سعی میکنن کپی کنن از این تراجای بین المللی که دست مافیای هنر ایرانی و خارجی، غیر از ایران هم از مافیای هنری جای دیگه هم داریم دستشون توش هست. من توی ایران چند سال پیش با به یه دختر جوانی برخورد کردم که هنرجو بود، کارش هم خوب بود و عکسای نشون میداد و گفت اینا استادش میکشه بعد میده به شاگرداش که تموم کنن کارو. بله. اسم خود استادم امضا میشه. من اصلا همچین باش دعوا کردم، گفتم تو چطور چنین اجازه میدی؟ خیلی حاضر چنین کاری بکنی؟ یاری جان، من یه فاجعه بیشتر با شدت بیشتر از این رو برای تعریف کنم. من اخیراً حالا من که الان اومدم بیرون، ولی اصلا داشت منو مجبور میکرد بنویسم راجع بهش واقعا، برای اینکه من اخیراً میدیدم که کسایی رو که میشناختم اینها توانایی مالی دارن، پول میدن کسایی، نقاشای جوان یا نقاشم نه، دانشجوهای این رشته، بچه‌هایی که نیاز مالی دارن براشون نقاشی میکشن و اینا میارن نمایشگاه، پولم میدن به یک گالری،
دیوار اجاره میکنن، از رشم نمایش میذارن و اینها از همین طریق دارن خودشون رو لانسه میکنن، معرفی میکنن و چیز میکنن. یعنی یک فضای خیلی مایوس کننده من از این جهت میبینم متاسفانه، که نیاز مالی باعث میشه که یک اتفاقهای فرد میفته که واقعا خیلی میتونه برای نسل ما حداقل دردناک بشه. نیاز مالی یا طمع مالی؟ واقعا نه، هم نیازش هم طمعش دیگه، هر دوتاش واقعا دیگه، واقعا هر دوتاش. خب عزیزم تقریبا یک ساعت رفت. یک ساعت رفت. کجا رفت؟ بریم پیداش کنیم. صحبت های شما اینقدر شیرینه که آدم کیف میکنه. کیفش هم میاد. شیرینی زیادم خوب نیست برای آدم. آره، من میخوام ازتون قول بگیرم یکی دو تا برنامه دیگه اینجوری با هم صحبت بشیم. من یه سری سوال هنوز دارم ازتون. علی قول بدیم یا اینکه ناز کنیم؟ نه نیاز کنیم. بله چشم، با کمال میل. اگه لذت بخشه برام، به خدا بدون صحبت با یاری عزیز، واقعا از این که با دو تا نگاه داریم به یک واقعیت نگاه میکنیم و چقدر نگاهمون میتونه کامل کننده هم دیگه باشه. همچنین گفتم هم قبیله میگم و جدن میگم واقعا. بعد با امان هم که خب دیگه معلومه ما هم سابقه گفتگوی طولانی داریم و هم این شوقی که امان برای این کار داره برای من خیلی خوب و شوق انگیز برای منه و حتما من خیلی هم خوشحال میشم اگر که حرف قابل گفتگویی باشه و بتونیم صحبت کنیم با هم. نباشم صحبت میکنیم مثلا. پیدا میکنیم در سکوت صحبت میکنیم. بله. تجربه شو دارم، اما میدونه من به یک شخص خدا بیامرزتش چون فوت کرده، به یک شخص به روانکاوی مراجعه میکردم که این سر تا سر جلسه فقط سکوت میکرد. خدا رحمت. اون اینطوری پول میگیره دیگه. نه اون فرم اما میدونه سر جلسه فقط سکوت میکرد، یعنی توی یه اتاقی که من اون بودیم اون فقط سکوت میکرد و خب طبیعتا منم سکوت میکردم. من این خود درمانی همراه با نمیدونم چی بود، واقعا منم نفهمیدم تا آخر چی بود. ولی خوب کمک کرد این کار؟ والا اونم نمیدونم. اگه کمک میکرده بود خب حتما بلد بود چیکار میکرد. اما حالا شاید تو این جلسه شاید جالب نباشه، من تقریبا پایان عمر اون شخص رو دیدم ولی خیلی تأسف‌بار بود برام. خدا رحمتشون کنه. و این خیلی برای من اتفاقا اون بخش قضیه پندآموز بود، خیلی هشدار دهنده بود. خیلی من فکر میکنم که ما هممون این سعادت رو داشتیم که نمونه های دوروبرمون داشته باشیم که ببینیم که اگر اینقدر تواضع داشته باشیم از اون از داستان اونو چیزی یاد بگیریم، حداقل اون بلاها سر خودمون نیاد. امیدوارم واقعا امیدوارم با ما بقیش رو به خیر بگذرونه خدا. ان شاء الله. ممنون از هر دوتون، خیلی ممنون از شما. ممنون از تو بعضی عالی هستی. خیلی خوشحال شدم. میگن آخرین پیغامی چیزی لحظه آخر اگه چیزی هست تو ذهنتون بگین و کامل کنیم. نه دیگه میذارم برای جلسه بعد ان شاء الله. یاری جان من سکوت. پرفکت. خوش باشین ان شاء الله. خدا در صحبت‌های آینده. همچنین تا به زودی. ممنون از